سلام خدمت شما برادران و خواهران عزیزم واقعا خوشحالم که فرصت دیگه هست که با هم باشیم در خانه های خودتون هستید و جمع شدید خدا شکر بر این مشارکت عالی و میدونم که در مرکز این مشارکت ها کلام زنده خدا و اون واقعا دلگرمی که کلام خدا به ما میبخشه خیلی حیاتی هست میدونم این رو و واقعا شاید در زمانی زندگی میکنیم که ما به این دلگرمی به این قوت قلب احتیاج داریم چرا وقتی نگاه میکنیم به اخباری که در اطراف ما داره در جریان هست شاید ما به خودمون حق بدیم که نگران میشیم نه یه رو تشویش میاد استراب شاید در مورد آینده وقایع داره به کدوم سمت میره نه من منم اخبار رو اخبار داخل ایران رو دنبال میکنم الان موضوع خلیج فارس هست نه نفت کش ها دارن انفجار اتفاق میفته کی پشت این صحنه هست قایق میاد نیروهای آمریکایی هزار نفر داره دولت میفرست فرستاده در اون منطقه تنگی هرمز میخواد بسته بشه و اینا چیزهایی هست که میدونیم ما بهش فکر کنیم و طبیعتا نمیتونیم آرام باشیم تشویش ما رو فرا میگیره از یه طرف هم ما خبرهای دلگرم کننده میشنویم اینطور نیست که شاید اونا انکاسش در اخبار نیست ولی همین من شنیدم همین دیروز در ایران نزدیک به سی نفر قلب خودشون رو به عیسی مسیح سپرد. حیات تازه رو دارن تجربه میکنن عالیه خدا رو شکر چرا در شهرهای مثل تبریز در شهری مثل شیراز در شهر کرد در بوشهر در بندرعباس در کرج ها و اینا هستش ما این خبرها رو میشنویم و ولی میگم این کاسش زیاد نیست کمتر به هم منتقل میکنیم برای همین ما تحت تاثیر اخبار نگران کننده قرار میگیریم که طبیعی هست و واقعا کلام خدا برای ما چی داره کلام خدا به یک شخص ایماندار که خودش رو سرسپرده ایسای مسیح میدونه آرامش مطلق نه؟ چطور میتونه با این نگرانی ها مبارزه کنه؟ چطور میتونه پیروز بشه بر این تشویش هایی که میاد وارد دلش میشه؟ نه؟ از درون میبینید شما این نگرانی هست و میخواد تمام وجود ما رو در بر بگیره مثل یه حمله است نه؟ یک نویسنده میگه مثل یک لشکر مهاجمه به یه منطقه ای به یه سرزمینی که مثلا در ساحل این آیقاش رو پیاده میکنه و بعد آروم از یک منطقه کوچیک وارد میشه و بعد مرور با مبارزه و جنگهاش تمام سرزمین رو از آن خودش میکنه مسلط میشه حاکمیت اونجا برقرار ما نمیخوام اینطور باشیم ما نمیخوام یک فکر نگران کننده بخواد تمام وجود ما رو چیه تسخیر کنه که ما دیگه اصلا مثبت ها رو فراموش کنیم کار خدا رو فراموش کنیم نه اینطور نیست و من داشتم فکر میکردم بله که چه قسمتی از کلام و خدا رو با هم صحبت کنیم نه ما در مورد نگرانی در انجیل متی و موزه سرکو میشنویم که مسیح میفرماید برای چیز نگران نباشید بله اه. چه بخورید چه بیاشامید پولس رسول به کلیسا مینویسه که برای هیچ چیز نگران نباشید دعا شکرگزاری در حضور خدا بیارید این نگرانی ها باید برن نه و تا فکر فکر میکردم برای این صحبتی که با هم داشته باشیم اینجا از کلام کدوم بخش هست و دعا میکردم فکر میکردم و ناگان من منو به سمت شاید یه بخشی از عهد عتیق برد روح القدس احساس کردم داره به من یه پیغامی میده که سراغ یک شخصی میره که نبی هست این نگرانی این استراب در عهد عتیق زندگی میکنه و دیدم درسای جالبی اون کتاب حبقوق هست اگر داشته باشید کلام خدا رو امروز با هم روش کار کنید نه و با سوالاتی شاید همدیگر رو به چالش بکشید که این نبی در قرنها قرب زندگی کرده و با این نگرانی داره دست و پنجه نرم میکنه یعنی سراغ همه میره این نبی پیامبر خدا هست ولی نگران میشه چرا چون که وضعیت و شرایط عجیبه ولی خیلی چیزی که منو به این کتاب شاید خیلی جال میکنه همیشه و همیشه سعی میکنم به اون فکر میکنم اینه که ابتدای کتاب با انتهای کتاب خیلی با هم فرق داره مثل 180 درجه فرق میکنه شروع کتاب با شکایت فریاد معلوم استراب دشمن داره میرسه که حمله کنه به قوم خدا و این شخص نمیتونه آرام بمونه ولی در پایان باب سه که شما آیات 18 به بعد میخونید میبینید که او داره میگه که من در خدا خداوند شادمان خواهم بود در خدای نجات خود وجد خواهم کرد عجیب بود بعضی موقع برای من و جالب هست چون که یه سرودی هم ما اون اوایل ایمانمون میخونیم که متاسفانه این روزها سرودهای جدید که اومده اون خونده نمیشه که گرچه انجیر شکوفه نیاورد رمه ها در آقل نباشد یعنی همش خبرای منفی اونجا میگه ولی بعد میگه اما من در خداوند شاد خواهم بود چه چیزی میتونیم از این شاید کتاب سبابی بگیریم که به ما میتونه امروز در مقابل این نگرانی ها و مشابه این یک قوت قلب جدی و حقیقی بده نه یکیش نکته اول اینه که شاید حبقوق داره به ما میگه که وقتی خدا در کنترل هست ما باید با ایمان زیست کنیم بله موضوع ایمان همیشه بحث میشه در کتاب مقدس این شکی نیست چه در عهد عتیق چه عهد جدید ولی نبی خدا فکرش مخشوشه میگه ما قوم خداییم باید حمله بکنی یک قوم دیگه که خیلی شریرتره ما گناه کردیم میدونیم ولی الان ما باید تومه اون بشیم چرا باید این این جنگ درونی این سوال اذیتش میکنه تا اینکه خدا در باب تو به اون نشون میده و رمز رو میگه میگه در چنین شرایطی شخص پارسا به ایمان زیست خواهد کرد یعنی چی یعنی اونایی که پارسا نیستن بله راهای دیگه ای شاید دارن اونا اسه ایمان ندارن که بخوان به اون پناه ببرن ولی ایمان برای ما یک دلیل زیستنه یه سنگری برای زنده موندنه ایمان برای ما شروع زندگی ایمانیمون نیست بلکه چی؟ بلکه تمام زندگی ما توصیفش با ایمان داره جلو میره و این حبقه میگه میگه وقتی مشکلات بین المللی مشکلات کشورها بین کشورها مشکلات قوانین مشکلات اخلاقی مشکلات روحانی همه ما رو فرا می گیرن ما به یک چیز باید فکر کنیم که مهمتره و اینکه خدایی داریم که میشناسیم که او همه چیز در کنترل داره در نتیجه چیه این ایمان به وعده های او هست ایمان به اون چی که او گفته سخن گفته ایمان به عهدی که با قومش بسته اینا در ما قدرت ایمان ایجاد میکنه پس چه خطراتی اطراف ما هست مهم نیست مهم اینه که کلید زنده موندن ما در این شرایط چیه ایمان ماست ایمان است غیر قابل لرزش ایمان است که تکان نمیخوره چرا با اینکه همه چیز در اطراف اون با اون متضاده و داره خبر دیگه به نبی خدا میده پس قسمت اول ما در مبارزه با این حوغه میگه ایمان تو چیه از دست نده نکته دوم چون خدا میدونیم خدایی که داوره و داور عادلی هست پس با دعا هم میتونیم ما در این زیستن ادامه بدیم خیلی جالب. هر وقت میگم خبرهای عجیبی شنید ها؟ ولی پاسخش در مقابل اینه که این قومی که خودش گناهکارتره شریرتره داره میاد به ما حمله میکنه چی میشه آخر؟ ما چی کار باید بکنیم؟ ما دادمون بالاخره از کی باید بگیریم؟ این داره اون رو در نگرانی و فشار میاره و اونجا در باب سه خیلی جالب آیه دو میگه ای خداوند آوازی تو را شنیدم خداوند از کارهایت در شگفتم در میان این سالها آنها را زنده ساز در ایام ما آنها را بشناسان و در حین غضب رحمت را به یاد آور یعنی چی سه قسمت دعای حبقوق همینه که گذشته رو به یاد میاره وضعیت الان که همون کاری که در گذشته میکردی با پیروزی امروز هم برای ما انجام بده و در اینه که این داوری محق هست برای ما نه ناعادلانه نیست ولی رحمت رو به یاد آورد چقدر جالب خدا رو در وضعیت فعلی الانش میطلبه و برای همین چیه این دعا رو داره دعا چقدر به ما میتونه قوت بده دعا ما نمیگیم که خدا کار خودش انجام میده خیلی میگن میگن خدا اراده خودش انجام میده دعا دیگه چه کاری هست ما بکنیم نه شما ابراهیم رو به یاد بیارید که در مورد صدوم و اموره با اینکه خدا داوری رو داشت انجام میداد رفت و این قصد رو داشت ولی وقتی به ابراهیم گفت ابراهیم شفاعت کرد و دعا رو ادامه میداد به دانیال فکر کنید در باب شیش دانیال سه بار در روز میگه دعا میکرد برای کارهای اداری که در دربار داریوش پادشاه داشتش و اینا این دعا رو یک رمزی بود باز برای زیستن در شرایطی که چیه در شرایطی که خطر وجود داره نکته سوم به ما اینو میگه در باب سه آیه آخر که میگم آیات معروفی هستش زیبا هست چقدر جالب میگه که همون که براتون هم خوندم آیه 18 لیکن من در خداوند شادمان خواهم بود در خدای نجات خیش وجد خواهم کرد خداوندگار یهوه قوت من است و او پاهایم را همچون پاهای آهو میگرداند گرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان میسازد. چقدر عالی چون که خدا شاید نکته سوم باشه چون خدا از قوم خودش دفاع میکنه بدون ترس زندگی میکنه نه حبقوق ترسیده بود تو آیه 17 میگه شنیدم احشایم به لرزه در اومد و از صدایش لبانم جنبید پوسیدگی اومد تو استخوانهایم نه غمگین شده بود ایماندار در شرایط ترسنا قرار میگیرن ولی چی ولی امیدشون از دست نمیدن چرا چون خدایی دارن که از اونها چیه دفاع میکنه همه چیز در ویرانی و سقوطه ولی من اعتمادم رو چیه به خدا از دست نمیدم و کلمات پایانی چقدر جالبه که من یک مدافعی دارم پس در نتیجه چیه نگران نمیشم از هم فرو نمیپاشم چرا چون خدا از قوم خودش دفاع میکنه در بطن ویرانی و سقوط من این سرود رو میخونم که چیه که بر او شادمان خواهم بود چطور نگرانی ها رو چیه از بین میبره یه پاد زهری داره حبقوق نبی میگه برای این نگرانی هایی که ما امروز هم به سراغمون میاد و نکته چهارم چون خداست که در آقابت سرفراز میشه و حاکمیتش مطلق میشه بر همه جا پس من به معموریتی که خدا بهم داده ادامه میدم شما اگه آیه 19 رو نگاه کنید باب سه خیلی زیباست همه خوندم خداوندگار یهوه قوت من است او پاهایم را همچون پاهای آهو میگرداند مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت چقدر جالب این نیست که ما یه جا مخفی شیم بذار طوفان بگذره ها یه جای بچسب یه جای اونجا خودتون پنهان کن بعد این آتیش میاد این داوری میاد بعد چی بعد بیاد بیرون و بعد چی برای خدا کار کن نه میگه که پاهایم چیه بر زمین صاف و هموار شاید الان نیست الان من پاهام بر کوه ها میره ولی چیه؟ ولی شما حسی شخصی رو میبینید که مثل یه کوه که قوت داره شادی داره سرعت داره خدا رو میشناسه و چیکار میکنه و از خدا پیامی داره که اونو باید به دیگران منتقل کنه پیام نگرانی نمیده ما در زمان خطرناکی زندگی میکنیم بیرون از ایران هم هست داخل هم هست ولی مأموریت یک ایماندار ادامه پیدا میکنه بشارت انجیل او ادامه پیدا میکنه همیشه مسیحیت در تاریخ از میان خطر چیه گذر کرده ولی مأموریتش رو متوقف نکرده انجیل رو اعلام کرده به معموریت الهی پاسخ داده و برای همین عیسی هم نگفت که شما به جاهای امنی میرید برای اینکه اون بشارت رو اون ماموریت رو انجام بدید تو همه جا خواهید رفت ها؟ پس میشین این پیام مسیحی وابسته به لحظات بی خطر نیستش خطرناک میتونه باشه و چیزی که به ما قوت میبخشین چهار نکته ای که حبقوق به ما انتقال میده ما چه کار کنیم در چالش با زمانه خطرناک و که داره بر ضد ما به ما حمله میکنه ایمان نکته اول ایمان تو داشته باش نکته دوم دعا رو از دست نده اون حرارت و انگیزه دعایی تو از دست نده سوم شهامت داشته باش ها چون او از تو دفاع میکنه نباید ترس داشته باشیم باید شجاعت داشته باشیم و نکته آخر اینه که مأموریت رو متوقف نکنیم همه این چهار کلمه فعالا پرقدرتن و نشون میده که شناخت خدا چقدر شناخت کاربردیه میدونه وقتی خدا رو میشناسه حبقوق اعتمادش رو بر او قرار میده و این خیلی خیلی زیبا هست وقتی ما با ایمان میگیم که وقتی خدا با ماست کیس به ضد ما همینه حبقوق نبی نگران نبی شاکی ها در ابتدای کتابش تبدیل میشه شخصی شادمان که خدا رو با سرودها و وجد پرستش میکنه و بعد اعلام میکنه که پاهای من برای اعلام کلام او و اون پیام نجات او متوقف نمیشه نگرانی ها نمیتونه او رو متوقف کنه پس امروز عزیزان شما فکر کنید ببون خودتون جای حبقوق بذارید بین این همه خبرهای نگران کننده آیا این چهار نکته میتونه به ما انگیزه ببخشه که با قوت و اعتماد به خدا جلو بریم و نگرانی ها و ترس ها و استراب هامون رو شکست بدیم آمین خدا برکتتون بده شاید تا فرصت دیگری باز با هم باشیم خداوند با شما عزیزان باشه